شروع شده میسم شما شروعی داستانش اینه که تا وقتی که ذهن ما طعم داره ما حقایق رو نمیتونیم درک کنیم، همونطور که وقتی سرما میخوری دهن تلخ میشه دیگه مزه هیچ غذایی رو متوجه نمیشی و هر غذایی برات میارم میگی تلخ بیمزه است، میگن دهن تلخ. ممکنه که سالهاست داریم مناسک دینیمون رو انجام میدیم، حالا به هر دینی که مؤمن هستیم اصلا با اونش کاری نداره، موضوعمون الان انسانه، اصلا بحث خاص نیست و بالاخره همه ادیان هم اومدن که انسان رو به سمت خدا ببرن دیگه، به سمت حقایق ببرن. بعد طرف میبینه مؤمن به یه آیینی هست ولی خاصیتی احساس نمیکنه، فکر میکنه که اشکال از اون آیینه، حواسش نیست که شما اصلا چیزی ندیدی که بخوای درک کنی، طعم داشته ذهنت، اصلا هنوز ندیدی چیزی رو. آمیز جواد آقای ملکی تبریزی خدا رحمت کنه، خدا همه بشمارد، چون این قبرستون شیخون دفنه اینجاست، یه کتابی داره مراقبات، هر ماه قمری نوشته، یه چیز اخلاقی، یه نسخه هایی مال خلاصه مردم توی یک دانش توی یک فرهنگیه در گذشته که بالاخره یه سری مراعات ها رو میداده واسه این که بتونن اگه آلودگی توی ذهنشون هست توی چشمشون هست پاک کنن، دنیا رو عالم بهتر ببینن. حالا تو نسخه زمان خودش خب نسخه جذابی بوده، جوابم داده، خیلی سر همین کتابم خیلی معروف هنش. میگه من مدت ها میرفتم خدمت مرحوم استلقای قاضی و خلاصه بعد یه مدتی از ایشون یه کمکی خواستم که نسخه ای به من بده، مثلا مسیری بده. میگه من یه سری پسر عمو داشتم توی حوزه، احساس میکردم اینا خیلی آدم های روبراهی نیستن، تای دلم بالاخره اینا رو خیلی علیه السلام نمیدونستم. میگه رفتم به ایشون گفتم آقا بنده من مدتیه میام. گفت من ندیدم شما رو اصلا. چجوری؟ تو هر وقت تونستی کفش پسر عمو تو جفت کنی بیا با هم صحبت. این اصلا تو کلاس ما نبودی که انگار که یه مثلا صندلی رو بیارن اینجا بذارن هر شب که جلسه داریم بعدم وردارن ببرن، من برای صندلی حرفی ندارم بذارم، اونم بهره برداری نمی کنه از حرفای من. کسی که تکبر تو وجودش هست، حسادت تو وجودش هست، اصلا نمیتونه درست ببینه که ارزیابی بکنه که اصلا کجاست، نسبتش رو با محیطش اطرافش نمیفهمه، خودشو پیدا نمیکنه که اصلا کجای کارم. یعنی همین که آدم بدونه کجاست تو چه حالیه خودش خیلی مهمه. یه وقتی این آقای براعتی، حالا یه وقتی حرفای خوب میزنه شیخ، بد نیست یه چیزایی یه وقتایی، من به کار سیاسی شو اینا ندارم، مثلا معمولا تو این وادی ها خراب میکنن همه، نه همون تو دنیای خودش که یه موقعی هم برند این داستان بوده و زحمت میکشیده دیگه، لیاقتشو داشته. بعد ایشون یه وقتی از خودش میگفت که میگفت رفته بودم حرم آقای امام رضا، بعد از کنار زریح اومدم این در طلای دیگه، اینا خیلی انسان واقعا عقلش تو چشش، میخواسته بزرگی امام رضا رو نشون بده دیگه، هر چقدر طلا تونسته اونجا خرج کرده که بگه اینجا خیلی جای با اهمیتیه. اینکه اهمیت امام رضا به اینه که هیچ وقت زندگیش همچی تجملاتی که تو حرمش هست نداشته و هر کی دیگه غیر امام رضا بود، چون اینا تولید دارن هنوز،
میدونی؟ یعنی امام رضا به برکتش خیلی اتفاقایی میفته، مردم انگیزه پیدا میکنن، رأفت میکنن، این برای اون حساب میشه دیگه، تولید میشه دیگه، به عشق طرف داره رأفت میکنه، گذشت میکنه، آقایی میکنه. چون این تولید معنوی هست، این سیستم به هم نریخته، بایدلا که اگه تولید معنوی نداشت که خود مردم نابود میکردن، همه میرفن چیش؟ اگه علکیه شما ملت نون نهرم بخورن، بعد برده دیگه در طلا درست بکنی، هیچ کمی چی نگه، اینکه چیزی نمیگه. این در اصل اونایی که اینجوری تدبیر کردن که عین بی تدبیریه، سر سفره تولیدات معنوی امام رضا نشستن. یعنی یه جورایی سوء استفاده دارن میکنن از امام رضا تو این داستان، و یعنی ائمه معصومین زندگیشون معلومه، هیچ وقت تو زندگیشون تجمل نبوده، این چیزا نشونه عظمت نیست، مناره بلند و نمیدونم گنبد بزرگ و درهای طلاکوب و هزار برابر این طلا که اینجا هست، خلاصه بشر اگه جای دیگه خرج بکنه هیچ عظمتی. شما یه بتکده‌ای رو از طلا بساز، نشون میده نه خیلی جای با عظمتیه چون طلا توشه. این که اینا ما که اینا بالاخره ضعیفیم دیگه، ما بزرگی رو تو کسرت میبینیم. مثلا میخواد بگه حضرت علی آدم بزرگی بود، میگه شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوند. مثلا علی ابن ابی طالب 1 رکعت نماز بخونه یا 1000 رکعت بخونه؟ خود امام رضا علیه السلام فهمود که اگر که خلاصه معرفت پیدا کردی وفعل ما شئت، اصلا به کم و زیاد عمل نگاه نکن، چون وزن عمل به اون معرفت درونشه، به میزان گذشتیه که تو اون عمل هست، ربطی به این چیزا نداره. که یه وقت بزرگی نماز نخوندن است، گفتم براتون آقای بهاءالدین رفته بود خونه کسی، بعد دیگه خلاصه گیر میدن آقا بمونه، مجبورم میشدن که بمونه، نم چی بوده داستان، جاده مشکلی بوده، وسیله نبوده. بنده خدا میگه نصف شب دیدم ایشون پا شده برای نماز شب، ولی نمیره وضو بگیره نماز بخونه، نشسته تو همون رخت خوابش پا شده نشسته مشغول فکر کردن. آقای بهاءالدینی تسبیح نداشت، آقایون من بدونید آقای بهاءالدینی تسبیح نداشت. بعد میگه خلاصه ایشون دیگه نرفت برای نماز شب، ما هم دیگه گفتیم ولش کن دیگه، یه چیزی هست ایشون نرفت. گفت نماز صبح که شد صابخونه اومد و آقا نماز صبح وضو بگیریم، میگه من دیدم اگه ما می‌خواستیم وضو بگیریم مجبور زن بچه‌شو بیدار کنه، مثلا یه ته خونه یه اتاق بوده اونجا بوده، یه دو تا اتاق داشته تا یه حالی بوده، بعد از بالا سر زن بچه طرف رد می‌شد، انقدر حواسش جمع بوده که نماز شب من مزاحم خواب سلام علیکم زن بچه صابخونه نشه، اونجا عظمت نخوندنشه. میدونی؟ خواهم بگم باید ببینید میزان وزن عمل به گذشته، به این داستانا نیست، به کسرته نیست. حالا قرائتی میگفت که این دره طلا بود، خیلی بوس کردنش حال میده، دره طلایی بود آخر ما چشمون چی میشه دیگه، پر میشه چشمون که آخوی دره طلا. گفت خلاصه همینجوری میگه بعد من حرم بیرون، این در آخریه در چوبی بود و بعد هم دیده بودید حرم حضرت معصومه هم یکی از این درها اینقدر دست کشیده بودن مردم رنگش عوض شده بود. بعد طرف کنم عوض کردم من ندیدم اخیراً پیپ نه. آره بعد گفت خلاصه اون در آخری دیگه حال نکردم بود. گفت فهمیدم اصلا ربطی به امام رضا نداره، حالا دیدم بوس کردم، وگرنه این درب چوبی با درب طلا چه فرقی داره؟ اگه در حرم رو داری میبوسی میخوای بگی آقا ما خاکسار این معارف شماییم، خب چه فرقی بین در طلا و چوبیه؟ میگه خودم فهمیدم که همین خیلی مهمه که بفهمم که این عمله ربطی به امام رضا نداشته، من طلا دیدم بوسیدم چون عقل منم تو چشمه، اونجا هم چوب دیدم بیخیال شدم، هیچ ربطی به امام رضا نداشت. حواسمون یه وقتایی به این که اصلا خودمون کجاییم خیلی نکته مهمی، که ما کجاییم خیلی مهمه، ولی آدم حسود هیچ وقت نمیتونه خودشو درست به جا خودشو درست نمیبینه، بالا میبینه خودشو، من مشکلی ندارم، جامعه آجقا بیماره،
خب باشه بی نداره شما خوبید. من تا حالا کسی نمیده پیشه من به من بگه که مثلا اشکال خودمه، من که نیدم. مثلا برای دعوای خانوادگی هم که میان خانمه میگه من حاج آقا همه زحمتی واسه این مرد کشیدم، هر ایثاری فداکاری هر چی شما الان میخوای بگی همه کارا رو من انجام دادم، هنوز من حرف نزدم. میگم خانمه که اصلا هنوز حرفی نزدم. مشکل همینه، آقاشون هم همینطوره، مردم میاد خودشو تو عرش میبینه، میگه اصلا من مشکل ندارم، بیا مشاوره. اصلا ایشون باید بیاد پیش من مشاوره. آدم متکبر اصلا نمیتونه ببینه، اصلا نمیشنوه. قرآن نخوندی؟ میگه بعضی گوش دارن نمیشنون، چش دارن نمیبینن. چیزی نیست، بچه هست میخواد بشنه، اگه خیلی توجه میکنید میشنه. من یه ساعت دارم حرف میزنم کلی دنبال کلمه میگردم براتون صحبت کنم، اینجوری نگاه نمیکنه. یکی میره بشینه همه زل میزنه آقا کجا رفت نشست، خب میشینه یه جا دیگه، جا هست دیگه، این که چیز نداره که توجه کن حرف و حواست باشه. ببین داستان چیه، میگم شما فکر میکنی الان چقدر از عالم رو دیدی، چیزی هم شنیدی، نه این چیزایی که با گوش عادی میشه شنید که هم اینا رو هم هنو نشنیدی. شما صدای جیرجیرک رو شنیدین؟ نه واقعا شنیدین؟ متوجه شدین چی میگه؟ اگه کسی بتونه صدای جیرجیرک رو بشنوه که مست میشه، رو پاهای خودش نمیتونه بایسته. ما که نشنیدیم که صدای بارون، همه میگن آقا فردا هوا میخواد خراب بشه، میدونم بارونی میخواد بارونی بشه یا میخواد برفی بشه، چرا میگه میخواد خراب بشه؟ پس تو صدای بارون نشنیدی، اصلا بارون رو ندیدیم رفقا، ندیدیم بارون رفقا. وگرنه یه بارون میدونی چه حالی میتونه به تو بده؟ ما بارون که میاد فکر سخت خونمونیم شکه نکنه، راه آب بسته نشه، آخ باز الان دوباره ترافیک میشه. یعنی خودشو اصلا بارون رو نمیبینه، فقط خودشو داره میبینه، خودش رو در باران میبینه. بابا بارون رو نگاه کن. آخ میگم برف میخواد بیاد، آخ دوباره سرد میشه، اینجا دا بسته میشه، میخوریم زمین، بعد کی حال داره بره فلان جا، کار تعطیل شد، کارمون باز دوباره مون فلان جا اینجور شد. ببین هیچکی برف رو نمیبینه، همه خودشون رو در برف میبینن، چون خودش رو داره میبینه، فقط رودخونه رو نمیبینه، خودش رو میبینه. برای هم میگه این رودخونه جلو رامون رو نمیگیره، طغیان نکنه، نمیدونم چی بشه. یه نسیم میاد ما نسیم رو نمیبینیم، یه بابا سرد هوا این بادم وله میکنه، تو نسیم هم ندیدی. نه خب نهیدی دیگه، اگه ببینه که حالش این نیست. میدونی چی عرض میکنم؟ میدونی مثل چیه؟ یه مهمونی فرض کنید، یه مهمونی درجه یک، از نظر خوراکی و غذا بهترین خوراکی ها، بهترین غذاها تو خلاصه لیول های چیزای مختلف، میدونی متنوع، یه تنوع غذایی عجیب غریب، بعد انواع و اقسام میوه ها میگیرن، بعضی تو این تالار یه چیزای اینجوری میگیرن، بعد میوه های نمیدونم آنچنانی و انواع اقسام نوشیدنی ها بود، همه چی دیگه، همه چی هست. شما یک کسی رو دعوت کردید، این بنده خدا قبل اینکه بیاد اینجا جلسه، مثلا بخواد بیاد تو مهمونی شما، دو سه روز مثلا مریض شده، مثلا مریض شده و مثلا دیگه اشتهایی به غذا هم نداره و یه ساعت قبل مهمونی شما نوبت دندون پزشکی داشته، اتفاقا میره دندون پزشکی، اونجا هم 10 تا آمپول میزنن، دک و پوز طرف باد میکنه و دندونش هم مثلا دو تا دندونای عقلش هم چی بوده میکشن و مثلا اینا، و بعد میاد تو مهمونی شما با این حال، بعد مثلا بهش میگی مثلا مهمونی هم شرکت میکنه میره، شما حواست مهمونی شلوغ بلوغه میمیره، چند روز بعد میبینیش میگی که
یه غذایی گذاشته بودیم اونجا، اونو دیدی؟ به عمره نگه دیده باشه، اصلا قبل نیده هیچیو، دندون درد داشته به غذا توجه نکرده، میفرم نیده. بعد شما خود تعجب میکنی، یعنی میدونم مثلا فلان میوه رو تو نخوردی؟ میگه نه. کدومو میگی؟ چی بود؟ میگه مثلا تو همه داشتن راجبش صحبت میکردن، تو فلان بستنی مثلا وانیلیا رو نخوردی؟ اون مثلا برنج چیه؟ اون آقا این آقا این دندونش درد میکرده به خاطر رودعواسی، تو هم پشت اومده، اصلا حال اومدن نشد، هیچی هم ندیده، همش فکر دندونش بوده، اینکه یه تای موضوعتر تموم کنه، از اینجا بزنه بیرون، بپیچه بره خونهشون بیفته. خوبه؟ یعنی تو تمام این مهمونی این حواسش به خودش بوده و دندون دردش و اینکه چه نقشی بکشه که بپیچه تو رو، تو هم ناراحت نشی، از اینجا برگرده بره خونهش. یعنی تا تو خودشه، تا این درد گرفتدش، تا فکر دندونه است، تا فکر چشمشه، تا فکر هر چیزیه، این آدم ابی نره بشین دیگه، این تا فکر این چیزاست هیچی رو نمیبین، اصلا مهمونی رو نمیبین. من میخوام بگم الان خیلی گلایه داریم از این که آقا زندگی ها قشنگ نیست، زندگی ها میزون نیست، زندگی ها چی نیست، اصلا خوش نمیگذره، چقدر حالمون بده، همش حالمون بده. اصلا من کاری به این اوضاع احوال مملکتم ندارم که الله بخدا. الان آقا استرالیا همین چند روز پیش آتیش گرفت، نیم میلیارد موجود زنده مردن، نیم میلیارد، 500 میلیون انواع و اقسام پرنده ها و خزنده ها و چرنده ها و خلاصه حیوانات مختلف مردن و یه گرمایی درست میکنه که کل کره زمین رو با مشکل روبرو میکنه. کشورشون هم کشور پیشرفته ایه، چنونم دولتشون هم خودشون انتخاب کردن دیگه، همه این دریوری هایی که اینجا ما میگیم اونجا نیست، میگن اینجوری میگن نیست. خب خیلی از ایرانی هم میرن اونجا. خب آقا شده دیگه، پیش اومد جنگل آتیش گرفته دیگه، چیزی نیست که دست بشر بر بیاد که، سوخته تموم شده رفته، خونه های مردم سوخته، از اقیانوس رفته بودن یه در نجات بدن، یعنی راه زمینی نداشت، جنگل داره میسوزه، بیاد تو زندگی مردم، زندگیشون هم بیاد سوخته به این رفته. حالا کاره میخوام بگم این اتفاقات همه جا هست، حالا یه جاش طبیعیه، مال ما یه ذره غیر طبیعیه، چون گیری استعداد مسئولین غیر طبیعی افتادیم. یعنی اینا مثلا این یه تیم فوتبال الان مسئولین ما یه سریشون که قصد داره به خودش گل بزنه، چپ و راست به خودشون گل میزنه، اصلا تعجب میکنه آدم. مثلا یه اتفاقی افتاده، یه هواپیما سقوط کرده، به هر دلیلی سقوط کرده، کی گفته؟ حالا همتون نظر بدید راجبش، میدونی؟ یعنی همه یه مسئولین تو دولت مثلا حرف میزنن، بعد همشون بعدا معلوم میشه که اصلا ابی خبر نداشتن، داستان چیز دیگه بوده، نه ما فریب خوردیم. تو اگه سکوت میکردی فریب میخوردی؟ خب ساکت شو. خب مگه همتون باید حرف بزنید؟ مگه سخنگو ندارید واسه اینکه بقیه‌تون حرف علکی نزنید؟ خب میزنید، بعد گل میزنی به خودت. دولتش همینجوریه، چه میدونم اداراتش، همه هر کجا میری همینه، خودمون به خودمون گل میزنیم. هر هفته بعضی از این آقایون اصلا سخنرانی هفتگی دارن، هر هفته یه چیزی میگن، خودشونو میبرن زیر سوال، مملکت و دین و همه رو میبرن زیر سوال، اصلا میمونه چشونه. خب ببین نداره، حالا مسئولین ما اینجوری هم، پس من اصلا به این سیستم این چیزا کار ندارم. خب میگم این مشکلات همه جا پیش میاد، حالا اینجا یه ذره غیر طبیعی، یه جایی طبیعی، یه جایی باز غیر طبیعی تر هم هست، الحمدلله یه جوری منطقه‌مون که بالاخره یه جای امیدواری باقی میمونه. یعنی یه خرابکاری‌های میکنن کشور همسایه‌مون که ما به خود برو امیدوار میشیم، میگه خب الحمدلله همه با هم سریع سفره ایم. من کار به این قسمتاش ندارم، من کار به اصل زندگی دارم. من میگم اصل زندگی چرا بهت خوش نمیگذره؟ اصل خلقت، این که تو خلق شدی، اصلا خودتو ندیدی، ندیدیم خودمونو، ندیدیم کسی خودشو نگاه بکنه که اصلا همه چی حله. حمام به حضرت امیر چی گفت؟ حمام با هی دو چشم، اسم یکی از اصحاب حضرت امیره، به حضرت امیر گفت مؤمنو یه جوری واسه هم توصیف کن انگار ببینمش. مؤمنو دید چی شد؟
روح تو بدنش دووم نیورد، روح تو بدنش دووم نیورد. ما خودمون رو ندیدیم که. اصلا میگه خدا زیباست، خب زیبایی به من نشون بدید ببینم. حتما که نباید مثلا تو جزیره نم فلان باشی، در وسط اقیانوس اطلس یا در مثلا فلان جزیره باشی، در نمیدونم دریای نمیدونم چی در سواحل مدیترانه باشی، یا در جنگل‌های آمازون باشی، یا در چه می‌دونم کوه‌های آلپ باشی، یا در سوئیس باشی، سوئد باشی، نروژ باشی، فلان در قلب اروپا یا در قلب اینا رو نمی‌خواد که. شما وسط بیابون یه تیغ و زیباییشو نمی‌بینید؟ انقدر فکر خودمون شدیم، یعنی انقدر تکبره. بعد تکبر مشروع، آدم یه وقت مریضه میدونه مریضه ها، یه وقت مریضه و نمیدونه مریضه، تازه احساس میکنه حال طبیعی اینه. در به من گفت حاج آقا فلان پیامبر راجبش اینجوری میگن این طبیعی نیست. گفتم اه مثلا پیغمبر من مثل تو باشه؟ پیامبرها انسانهای استانداردن، ما یه ذره از استاندارد خارجیم. این که چون ما زیادی معنیش نیست که ما درستیم. پراید هم تو ایران زیاده، مفهومش نیست که خود رو یعنی پراید. بعد یه بی ام و و بنز و چم لامبورگینی و فراری و فیات و چه میدونم هیوندا و فلان دیگه، این چینی ها الان زدن رو دستمون الحمدلله فضل خدا. آره یه دونه از این ماشینا میذارم بغل 10 میلیون پراید تو، میگم ماشین والا این استانداردش. را اون که شما سامش نمیدونم چیه، ولی ماشین اینه. یعنی هم صنعت مشکل داره، هم ما خیلی فقیری. یعنی همش با همه، هم یه ذره قوانین قوانین خلاصه غیر منطقی که اوضاع اینه، ولی حالا اینه اوضاع. بیا تو بحثم. میگم هنوز نتونستیم یه بارون رو ببینیم، یه طلوع خورشید رو ببینیم، یه غروب خورشید رو ببینیم، یه نسیم رو ببینیم، یه برگ درخت رو ببینیم. اگه بتونی ببینی وسط میدون جنگ هم باشی. این فرمانده ارتش میگه که دیدم دکتر چمران یه جا وایساده، یه شاخه درخته، مثلا یه درختیه خیلی نازک کنم مثلا اینو ببینیم وایساده، مثلا پاییزم بود چیه قضیهش اینجا. میگه رفتم فکر کردم مثلا مار زددش، عقرب زده، خشکی زده. بهش گفتم که دکتر چیزیتون شده؟ میگه گفت بیا بیا. اونم تیکه کلامش عزیز بود دکتر چمران، گفت عزیز بیا بیا. گفت یه برگ بود خوش شده بود، منتها مونده بود رو شاخه، بادم داشت با این بازی میکرد، باد پاییزی دیگه بازی میکنه میبردش بازی با خودش دیگه، دستشو میگیره میگه بدیم دور بازی کنیم بچرخیم زیاد اینجا وای نستا، اینجوری میشه دیگه داستانش. گفت آقا باد داشت با این بازی میکرد این برگه کنده نمیشد. دکتر چمران به من گفت استقامت رو بیا نگاه کن ببین. این هنوز بگو یه کلمات عاشقانه‌ای راجع به استقامت یک انسان مثلا مؤمن به یک عقیده‌ای در سخت در این شرایط ممکن شروع کرد مثلا تعریف کرد. بله خودت بیا بیرون، لرزش یه برگ دلتو میلرزونه، سوسوی یک ستاره هوش از سرت میبره، ولی چند سال یک ستاره ندیدیم؟ آسمون رو چند وقت پیش دیدیم؟ آخرین باری که رفتیم تماشای ستاره ها کی بوده؟ حاج آقام صدا شجا گرم در میاد دیگه، بله دیگه حساب بانکیتون پره، حقوق خوب میگیرین، برام میکنی این چرت و پرت های عاشقانه رو میگی، اگه قسطات عقب بیفته، اگه کرای خونه نشته باشی بدی، بچه دانشجو داشته باشی پول ترمش نباشته بدی، عاشقی یادت میره. خب من اینه که گفتی بلدم عزیز دارم قربونم، ربطی به این حرف نده. اتباقا خیلی اونایی که زیبایی ها رو میبینن وسط همین مشکلات، دقیقا توی این مشکلات یه لحظه میگه آقا خودم رو بیخیال، چون این مشکلات تا وقتی است که تو میخوای خودتو داشته باشی. یه بند خدایی آقا یه مقدار میان جلوتر، این دوستان میان گیر نکنن اون عقب.
آره همینجوری آروم بی سر صدا نشسته همینجوری بیان جلو خدا خیرتون بده. میگه هر کی اومد اونور بشینه. یه بند خدایی افته بود خلاصه یه مشکلاتی، یه مشکلی خیلی اذیت میکرد و حل نمیشد و گرفتار بودیم و این حرفا. گفت که یه کسی بهش گفته بود یا خودش میشناخته، میگه که گفتم که برم مثلا از آقای بهجدی مشورتی بگیرم ببینم چمه. گفت که رفتم صبح نماز و وقتی شلوغ پلوغم نبود خیلی، یه آخری یه ذره شلوغ شده بود قبلش خبر. گفت بعد نمازم شروع افتادم جور پیاده رفت سمت خونه شونو. گفت ما هم رفتیم و همجوری که جلو در خدافزی کرد اونجوری پیچید بره تو، من از پشتش رفتم تو. گفت وقتی در رو بستید من وایستادم تو. گفت بفرمایید. من گفتم آج آقا یه مسئله هست خیلی منو اذیت میکنه. گفت آقای بهجت گفت شاید شما داری اذیتش میکنی. گفت آقا مشکلم حل شد، حل شد، مسئله حل شد. شما تا وقتی میخوای هوا خودتو داشته باشی هزار تا مشکل داری. چون میگی هوا خودمو داشته باشم پول میخوام، بعد میگی پول ندارم، بعد نم خونه فلان میخوام، اون خونه الان نمیشه، بعد میگم باید اونجوری ازدواج کنم، اون نمیشه، بعد اینجوری باید بشه، اونجوری باید بشه. ولی باید لازم نیست ول کن آقا، من نمیخوام هوا خودم داشته باشم، یه کسی از هوا منو داره دیگه، به هیچ کدوم این احتیاجی نداری. بعد تازه رها میشی از اینا، تازه میتونی ببینی عالمو. من میخوام بگم آقا زیبایی یک بوته گیاه و کنار یه جاده وسط بیابون دیدیم تا حالا یا ندیدیم؟ اگه ندیدیم پس معلومه ما اصلا خلقت رو ندیدیم هنوز. پس اگه خلقت رو ندیدیم خودمون رو هم هنوز ندیدیم. ندیدیم که افسرده ایم، ندیدیم که دل مرده ایم، ندیدیم که انقدر غر میزنیم، دارا و ندار غر میزنیم، دارا و ندار حالمون بده، دارا و ندار چه میدونم میخوایم کله هم دیگر بکنیم، عصبیم، اکوره در میریم، مثلا نه هیچی نه. بعد میگه خب حالا مشکلی که طرف داره مناسک دینو هم اجرا میکنه، در اصل یه رکعت نماز تا حالا نخونده، خدا رو ندیده که بخونه، خدای ندیده رو عبادت کردیم دیگه. حضرت امیر باید چجوری میگه؟ میخواستی فارسی براتون صحبت کنه؟ مثلا دیگه باید چجوری میگفته؟ گفته من خدای ندیده رو عبادت نمیکنم. چجوری باید بگه؟ باید چی بگه که ما متوجه بشیم؟ که اگه خدا رو نبینی اصلا نماز نماز نیست هنوز. اصلا ندیدی خدا رو، دیدیم مگه؟ خدا رو دیدن یعنی تو ذهن آقا طرف اومده پیش امام صادق گفت خدا این خدا اینا چجوری؟ آخه استدلال مدرسه به بچه ما گفته که بله هر علت، هر معلولی علتی دارد، بالاخره ما که خلق شدیم خالقی داریم، پس دیگه ثبت ولایت علی ابن ابی طالب دیگه. گفته پس علت العلل همه چی خداست. و بعد بچه پوچیده بچه هم گفته که خب ببخشید اون وقت اگه هر معلولی یک علتی داره و شما میگی خدا ما رو خلق، خدا خدا رو که خلق کرده، بچه هست چه میشه؟ اون نفهمیده چی بود. آخه کدوم شما با برهان علیت خدا رو شناختید؟ خدا به درتون نمیاد. کدوم شما با برهان نظم خدا رو شناختید؟ یه نفر تو دنیا پیدا کنید با برهان نظم خدا رسیده باشه، من بالاخره دلم خوش بشه که اینا رو تو این کتابا نوشتید. طرف اومده پیش امام صادق میگه خدا رو من، حضرت بهش گفت که شغل چیه؟ گفت من تاجرم. سفر دریایی رفتی؟ گفت بله رفتم. گفت شده مثلا کشتیتون با مشکلی با آقا یه شب طوفان خوردیم کشتی شکست، متلاشی شد کشتی، بعد این آب رعب و اصل یه وضعی بود، داستانی بود. آقا فهمید اون لحظه ای که دیگه هیچ کی واقعا نمیتونست کمکت بکنه، برات پیش اومد گفت آره آقا اصلا کی به کی بود دیگه، شب تاریک و موج میزد و من به یه بدبختی یه تخت چوب پیدا کردم چسبیدم اونا هی آب موج میزد میرفتم زیر آب میمدم. آقا بهش فهمید اون لحظه ای که هیچ کی دیگه از همه بریدی که دیگه هیچ کی نمیتونه بهت کمک بکنه، احساس نکرد یه نیروی انگار میگه من میتونم کمکت کنم. یه ذره فکر کرد گفت آره آره من
دیگه کشتی که از هم پاشید، دیدم هیچکی به فکر هیچکی نیست که هر کی برای خودش داشت دست بود. یه لحظه احساس کردم هیچ کس دیگه نیست بهم کمک بکنه. تا این احساس به من دست داد، بعدش احساس میگم یکی میگه من میتونم کمکت بکنم، ولی دیگه آقا بهش فهمود خدا دیگه یه جا تو رو برید از همه، دست خودت هم کوتاه کرد که خودت هم دیگه خودت رو نمیتونی حفظ بکنی، هم از خودت ناامید شدی هم از بقیه. دقیقا همون لحظه خدا رو شنیدی. دقیقا اون لحظه ای که خود چون ما الان همه داریم خودمون رو حفظ میکنیم، حتی تو احکام دین. چرا صدقه میده؟ میخواد بلایی سرش نیاد. یعنی مناسک دینم یک راهیه برای حفظ خودش، داره خودش رو حفظ میکنه. صدقه ای که تو دین گفتن بدی، بهتون گفتم وزن عمل به گذشته، رو فرش بشین، اون موکته خراب پاتو اذیت میکنه. آره راحت بشین، تو اجازه داری پاتم درست کنی، اشکال نداره. آره دمت که اذیت نشید. میگه این چی؟ میگم چی بود؟ چی مطلب چی بود؟ صدقه. آره صدقه میدی خودتو حفظ کنی. صدقه که توی دینه مال گذشته، اصلا وزن عمل به گذشته، عمل هر کی گذشته بیشتری توش باشه اون خالص‌تر، نزدیک‌تر، کاراتر، مؤثرتر. نماز میخونه واسه چی؟ میگه آقا بالاخره این نعمتاری وقت نگیده. من دیدم آدمی که نماز میخونه به خاطر اینکه پولاشو خدا ازش نگیره، فکر که خدا میخواد پولاشو بگیره، بعد نماز میخونه میگه خدا ببین من شکر کردم دیگه، ببین ما بالاخره با تو این دیگه، پولا رو بذار باشه. خیلی هم با خدا رو دواسی نداشت، راحت صحبت با هم دیگه. میگیدین چی میگم؟ اونی که از خودش نیامده بیرون اصلا خدا رو نمیبینه، اصلا ندید. بعد چیزی که ندیدی و چجوری بهش عبادت کردی برام بگو من بفهمم. کس که خدا رو نمیبینه نماز چی میخونه؟ من بدونم چیکار میکنه. یه پسر اومده بشه حاج آقای ما، گفت که حاج آقا من خدا اینا رو اصلا قبول ندارم، بیخ الان باید چیکار کنه؟ آقو خب باشو مشکل نداری، برو تحقیق کن، برو کتاب بخون، صحبت کن، سوال داشتی چی کن. گالا من اصلا خدا رو قبول ندارم، نماز بخونم یا نخونم؟ جوان گفت تو مسخره ای، اگه واقعا تو معتقد نیستی که خدایی هست نماز یعنی چی؟ گالا من نخونم گناهش کردن شما گوییم نوازم گرفتار شدی با تو، تکلیفت با خود معلوم نیست، بالاخره هست این خدای نیست این خدا چی داری میگی؟ اگه واقعا تو هنوز خدا رو، من تازه میگم اونی که داره نماز میخونه فکر میکنه داره نماز میخونه، اگه از خودت نیامده باشی بیرون، اگه ذهن تم داشته باشه، چشم تم داشته باشه، گوش تم داشته باشه، ندیدی نشنیدی نفهمیدی، بعد چی نماز کی نماز چی خوندی؟ میگه نماز رفع تکلیفی. یعنی چی؟ چون یه نمازی میخونیم باعث بهش نمیشه، ولی خب جهنم هم نمیریم. این یعنی این چه مسخره بازی؟ یه نمازیه بهشتیت نمیکنه ولی جهنمیت هم نمیکنه، مگه میشه همچی چیزی؟ چون دینی که تو ذهنت خیالیه این بلا سرت اومده، چون دینی که تو ذهنت واقعی نیست خدا رو نمیبینی و عبادت کنی، میگه حالا این کارا رو انجام بده، این خاصیتی میگن داره. یه عده که انقدر جوکن که نشسته داره صحبت میکنه راجع به خواص ورزشی نماز، میگه ببین دورلا میشی چه اتفاقی میفته در حالت سجده، خون میاد اگه چیزایی. خب آقا این چه کاری؟ آدم میره مربی ورزشی میگیره، میره تمرین میکنه، باشگاه میره ورزش میکنه. یعنی اینقدر تنبلی که بعد واجب کنم بهت که باشی دوتا دلار راست بشی؟ خب بیا بریم 100 تا تناب با هم بزن. چون نماز در حد یه ورزش آوردی پایین، اصلا نفهمیدی نماز یعنی چی. من دارم میگم آقا میدونی چرا کیف نمی کنی تو این عالم؟ چرا حال نمی کنیم تو این عالم؟ چرا کیف نمی کنیم تو این عالم؟ چرا خوش بهمون نمیگذره تو این عالم؟ چرا بارون ما رو به وجد نمیاره؟ چرا ستاره هوش از سرمون نمیبره؟ چرا ما این کویر بغل دستمونه تا ما نیم ساعت راه کویر تا شهر ما نیم ساعت 40 دقیقه راه راهی نیستش که ها؟ چرا تا حالا یه بار نشده مثلا پاشیم بریم؟ حالا یه عده خاصی هن روی مودن، روی مود کوهنوردی و اینا، اونو من کار ندارم.
اکثریت رو میگم، ما مذهبی ها که سپیدیم تو خونه و مسجد خونه مسجد خونه مسجد خونه یه محلکاری ها، اینو من خودمونو دارم میگم، میگم تا حالا چرا خونوادگی با زن بچه نشده برای دیدن ستاره ها بریم؟ خب چون لذتی واسه ما نداره. میگه آقا اونجا جای ما نیستش که، ما که نه اهل چای غلیظ خوردنیم، نه مثلا چون عرق نعنا میخوریم، نه مثلا عرق بیدمش دوست داریم، خب سیب زمینی زغالی هم که واسه ما خوب نیست، اینا خیلی هم رو نامحرم حساسی، ما بریم کبیر چیکار؟ من نمیفهم اونا. حالا اونم که میرن اینه تو که نماز میخونه، اونم که نرفته ستاره ببینه اونجا که، وگرنه با ستاره نمیرفت اونجا که. شما کتاب خونه مگه تنها نمیری؟ میگیدین چی عرض میکنم؟ میخوام بگم اونم که فکر میکنه رفته ستاره ببینه، ستاره نرفته ببینه، ولی تنهایی میره میگه مزه نداد بچه ها نبودن. یعنی ستاره ها رو دیدی بهت حال نداد، باید حتما رفیقات هم باشن بهت حال بده، پس ستاره ندیدی. میگه پیغمبر، الله اکبر، میگه پیغمبر ظرف آب داشت رفت مثلا وضو بگیره برای نماز، مثلا بعد مغرب بود میخواست به نماز بخونه، عکس ستاره ها افتاده بود تو این آبه، آبه دیگه مثلا یه مثلا این چیزای سفالی بود، یه چیز آب بود، آب عکس ستاره افتاده. میگه اومد دستش رو ببره تو آب، ستاره دید، دستش رفت تو آب، نگاهش افتاد به ستاره ها. میگه تا نماز صبح متحیر بودم اینجوری تو عالم، رو عالم رو میبینه. میگیری مطلب رو؟ ستاره رو ببینی حال نده. ما اول طلبگی اینا تو حجره بودیم، شما میگید بهش خواب کن، میگیم حجره. خب بعد بچه ها شهرهای مختلف بودن، ما اقوام بودیم ولی ما هم تو خوابگاه بودیم، میگه بهش میگفتیم حجره دیگه با بچه ها بود. بعد یکیشون بچه مثلا گناوه بود، یکیشون بچه شیراز بود، بچه اهواز بودن، یه سری لورای خرم آباد بودن، یکی بچه شهر کرد بود، یکی بچه مشهد بود، دو سه تا بچه شهر ری بودن، یه سری بچه تهرانی بودن، دور هم بودیم، رفیق بودیم همش با هم. یه سال عید یکی از این بچه گناوه من گفت که، گفت سید میای عید گناوه؟ گفت اونجا خیلی هواش خوبه، این بهار الان، قبل از عیدم بود تعطیل شده بود. گفتم آره داداش من میام اینا. بعد هرچی ما هم دریا دیده بودیم، دریا اردو مدرسه ها که همه میبردن شمال، دریای شمال با دریای جنوب خب خیلی فرقشه از نظر حال و هواش. تمام فیلم های کودکی که ما دیدیم، کارتون هایی که ما میدیدیم، دریایی که توش بود دریاهای جنوب بود، اقیانوسی بود، از اون صدف و ستاره دریا این چیزا که توش بود معلوم بود که دریای گرمسیریه. ما هم ذهنمون رو دریا تو همین کارتونا بود دیگه، دریا نیده بودیم که. یه بار رفتیم شمال، اونم بارون میومد و سرد بود و رفتیم لب آب، گفتن تا تو آب بذاری نمیدونم اخراج میشی از مدرسه و این حرفا، و خلاص شربازی در نیاد، بیا همین دور نگاه کنیم دریا رو، دست نزن، تازه آب شربت کرده بود اینا، گفتن خراب میشه. اصلا دریا نیده بودیم. آقا ما رو برد جناوه قبل عید، آب و هواش اصلا بهار، بعد آب دریا هم یه جوریه که آفتاب هست میشه تو دریا. بعد من رو با موتور برد یه دریا، یک ساحلی مال یه روستایی بود بکر بکر، یعنی هر چی تو کارتونا دیده بودم داشتم علنی میدیدم دیگه، شوکه شده بودم دیگه. یه دریای آروم صاف، هوا مثلا گرم. ما هر وقت اردو رفته بودیم، چون تو مدرسه ها میرفتیم اردو، همیشه یا پاییز بود یا زمستون بود، سرد بود شمال، تابستون که مدرسه نبود ما رو ببرن شمال که، یعنی ما دریای گرم من بار اولم بود. آقا ما رفتیم دریا، بعد خیلی جذاب بود دیگه. منتها ما تا وایسیم تو سال پیاده شیم بهش گفتم، آره گفتم علی کاش مثلا مصطفی هم بود، کاش مثلا نام فلانی هم بود، کاش مثلا فلان محمد تقی هم بود، کاش فلان، همین یکی که اسم بچه ها بود. گفت آره جا بچه خالی، محمد هم نیست و فلانی هم نیست و همین جا رفیقامون خالی کردیم، اصلا حال نمیده، حالمون داده من هم میخوره. آقا ما رفیق باز بودیم، اصلا ما دریا ندیدیم، ما جا خالی رفیقامون رو دیدیم.
چون دلبستگی به اونا داشتیم. دریا بر ما مهم نبود. ما با یه دبه آبم تو مدرسه همون حالیو میکردیم که لب سال بقیه میکنه آب میرفتیم که لب دیگه بگو بخوام فلان همون حسمون، چون ما با رفیقام بازی میکردیم. مثلا اون ساحل من ندیدم هنوز. من راجب فکر با شما صحبت کردم، گفتم فکر مثل یک مهمونی میمونه که خیلی به قول ماها میگیم آر آریه، خونتون کس دیگه باشه نمیاد، کافیه گوشه ذهنت یه پیش داوری یه پیش قضاوتی وجود داشته باشه، تفکر وارد نمیشه. عروسیه که میگه هجله باید خالی، فقط من اگه به کس دیگه علاقم داری من نمیام سمتت. حال تفکر اینه، دیدن عالمم همینه. تا وقتی از خودت پری که عالم و ساحل نمیتونی ببینی، موج نمیتونی ببینی. یه موج دریا، من بچهای دانشگاه چمران اهواز من دعوت کردن سخنرانی خیلی سال پیش، و ما رفتیم سخنرانی، گفتم حاجی قبل منبر وقت میشه بفهم میخوای بریم لب دریا؟ گفتم رفتیم لب دریا. اینا خب دریا دیگه، حالا دریا واسه ما مثلا یه حوض چیز حساب میشد دیگه، مثلا میگم یه دریای چیزی و رفیقامون هم نبودن. من به اینا گفتم که خب بچه‌ها چه خبره دیگه، خودم بهشون زدم خودمونی شدیم، یه دو سه تا سنگ برداشتیم اینجوری زدیم تو آب که مثلا چیزی بره و قرآن این حالی هم نمیده. ما با اینا که خب دانشجو بودن با ما رفیق نبودن، ما رو دعوت کردن سخنرانی، حالا محبت داشتن به ما. مثلا نیم ساعتی وایسادیم چند تا سنگ انداختیم تو آبو اینجوری اومدیم. یکیشو به من گفت که ما فلانی رو یکی از بزرگان رو میگفت، یکی از علما رو میگفت، گفت ما فلانی رو آورده بودیم اینجا، آورده بودیم دانشگاه سخنرانی، بعد بهش گفتیم که حاج آقا دریا نمیخواد ببین. گفت چرا اگه بشه بریم دریا. گفتیم جلو دریا، به ما گفت میشه نیم ساعت من تنها بذارید؟ ما گفتیم که باشه حاج آقا. اینا گفت ما رفتیم، به من میگفت سید خدا میدونه نیم ساعت جلو دریا داد میزد گریه میکرد حرف میزد فلان. گفت ما هم دور بودیم. بعد به من میگفت شما هم سنگ بازی میکنید چجوریه؟ گفتم بابا خب آدم حسابی بودم دلبسته که دریا رو دیدیم. مگه میشه دریا رو ببینی مثلا عشق شوق تو چشات جمع نشه؟ مگه میتونی عربده نکشی؟ یه همچی جام شرابی عربده نمیخواد؟ مگه میشه بابا؟ طرف میشست مطلب علمی میخوند، به یه نکته میرسید خالیه، میرسید به یه حقیقتی، پا میشد این در حجره رو باز میکرد تو ایوون داد میزد خدا کدوم پادشاهی حالش از من بهتره، کدوم نمیدونم قهرمانی از من. آقا یه میدونی به یه حقیقت برسید چه لذتی به شما میده یک حقیقت روح هز... آقا شما دهنت یه تعمیر عادت کرده، این جسم دیگه، این مرکب ما سوارشیم، ما که این نیستیم که. مگه فکر کردید ما اینیم؟ مثلا این کله و این دست و اینا ما اینیم؟ ما که این نیستیم، این هبوط ماست که باور کردیم اینیم. حالا این جسم به شیرینی علاقه داره، یک شیرینی رو میره چه میدونم هزاران تومن، مثلا حالا دیگه شیرینی گرون قیمت نمیده، شیرینی میلیونی هم داریم دیگه نداریم؟ داریم والا داریم. آقا میره یه پول سنگینی میده مثلا مثلا عسل فلانجا، تبلیغ خودمونه بکنیم شما کار خودمونه. آقا یارو مثلا میره عسل نمیم چی، مثلا میرن تو کوه، طرف از کوه رفته بالا، مثلا عسل طبیعی از کوه آورده، یه قاشقشو مثلا میاره میگه آقا این عسل فلان، میخوره میگه، بعد هزاران جا تعریف میکنه. ایرانی ها حالا یه ذره بیشتر تعریف میکنن، حتی من با خارجی نبودم اینا اونا چقدر تعریف میکنن، ولی ما خیلی تعریف میکنیم. دیدید که بعضی ها یه داستان یه عسل خوردنشون رو تو 2000 تا مهمونی نقل میکنن. البته هر دفعه یه چیز جدیدی دوش کشف میشه، ولی خب حالا بالاخره آدم خیلی حافظش قوی نیست همه چی تو ذهنش بمونه که. خب جسم تو به شیرینی علاقه داره، یک عسل شیرین خوردی تو 200 تا مهمونی تعریفش میکنی و حق میدی به خودت تعریف کنی، چون میگی جذابه و از یادآوریش باز دهنت آب میفته. غیر از اینه میدونی روح به چه چیزایی علاقه داره؟ میدونی اگه روح یه لقمه ای که باب میلشو بخوره به چه مستی میشینه؟ بعد میدونی روح تو جسم تو رو مدیریت میکنه، سوار بر جسمه، محیط بر جسمه. این که میگم فلانی پیر مرد بود، بعد آقا این چجوری این مثلا مطالبو میفهمید میگفت چیکار میکرد؟ اون روح این جسمو تحت مدیریت گرفته، این سلولا رو حرکت میده.
ما این که خیلی ولش کردیم میگیم اگه با خودت خواستی بکنی بکن، بعد دهنمون تلخ میشه، اوقاتمون هم تلخ میشه، به جای اینکه روحمون بر جسممون سوار باشه، جسممون بر روحمون سواره. ولی اونی که بر جسمش سوار شده، خب من میخوام بگم مگه میشه حالا اون روح که تشنه است یک موج آب ببینه و مست نشه؟ اون سرشو داره دریا میکوبه به ساحل، اینو ببینه و نفهمه، مگه میشه؟ برای چی حالت اینه دریا؟ میگیرید حرفو؟ میخوام بگم یه وقت به خودمون میاد این که حدیث پیامبر فرمود الناس و نیام، بعضی از مردم خوابن، ازا ما تو انتبه بود تا میمیره بیدار میشه، تازه چشاش باز میشه. نه که همه اینجوری باشن، خیلی هم کور میبینن، اون برم کورن هنوز، چون هنوز نمیخواد ببینه، هنوز نمیخواد بشنوه، هنوز نمیخواد بچشه. ولی بعضی اون اتفاقه یه دفعه چشاشو باز میکنن، یه اه ما هیچی ندیدیم. این که گفت عاشق شوهر نروزی کار جهان سرایت، ناخوان به درس مقصود از کارگاه هستیم. عاشق کیه؟ از خودش زده بیرون، زده از خودش بیرون. بعد ببین وقتی بزنی بیرون، حالا این نسخه رو من توصیه نمی کنم و ازش سر در نمیارم، اندازم نیست، نمیفهممش، گوش میدی؟ این نسخه رو نمیگم، اتفاقایی که افتاده دارم باید میگم، نسخه نمیدم اینو، گوش بده حواست باشه، دارم اتفاقی که افتاده. حالا مثلا این یک شاید داستانش هم یه ذره شاید حقیقت هم مثلا واقعیت شاید نداشته باشه، ولی حقیقت داره این مطلب، که مثلا خانم گوهرشاد خدا رحمتش کنه، همین که مسجد گوهرشاد مشهد رو ساخته، یا اینجا این مردابی بوده، این خشکش میکنه و میخره ملکش و اینا رو، خونه مردم نبوده خراب کنه اضافه حرم کنه، یه جای افتاده بوده اینو خریده درست کرده، کرده مسجدی، آره موقوفه رو بر نکرده هم بکنش حرم، آره اینجوری نه. بعد خلاصه زن متمولی بوده و آدم حسابی بوده، حواسش خیلی به کارگراش بود. خلاصه یه روز اومد اینجا سر بزنه، بهشون گفت که چون ساخت و ساز خیلی مهم بود، بعد یه کارگاه خیشتنی اول درست میکرد، خشتشو خودش میزد دیگه، بعد خشتشو خودت میزدی، نبود پول بدیم کامیون آجر بیارن بریزن، خبره نیست که خودشون باید درست میکردن، این خشته رو باید درست کنن، کوره درست کنن، داستانی بود ساخت و ساز، همینجور کار هر کسی نبود، منتها حواسش به همه بوده ظاهرا. اومد به یه سرکارگری گفت که فلانی نیستی که کارگرات نمیاد، این چی شده؟ چون کسی اخراج نکردیم که این. اینا روشون نمیشد بگن، این تلخ بود، روشون نمیشد گفتن. حالا اینجوری گفت نه باید بدونم چی، گفتن واقعیتش جسارت بهتون بی‌ادبیه، واقعا آدم درک نمیکنه بعضی رو. گفت میدونم چی شده؟ گفتن واقعیت این عاشق شما شد. خب یعنی چی؟ گفتن عاشق شما شد. خب باشه طوری نیست، اقوال من بهش بگید بلاخره میگه عاشق من نیستی، هر زنی یه مهریه‌ای داره، مهریه ما رو باید بدید، مهریه ما اینه که 40 شب باشی حرف بزنی با خودت، باشه صحبت کن 40 شب باشه صحبت کن. یعنی خیلی بلد بوده، به خدا گفته خدا یه بنده بیعقلی داری، مسیر کج اومده، منو با تو اشتباه گرفته، من میفرستمش در خونه خودت تا خودتو ببینه، خودتو ببینه که دیگه با کس. ببین وقتی این مرده شروع کرد نماز شب خوندن به عشق گوهرشاد، خواست از خودش بزنه بیرون گوهرشاد رو ببینه، ولی وقتی چشم باز کنی که دیگه همه جا رو میبینی دیگه، نیست که فقط این که روبرود نشسته رو ببینی، این چشم باز کرد خودش زد بیرون به عشق گوهرشاد، ولی دید انقدر دیدنی تر از گوهرشاد هست تو عالم که دیگه اصلا اون به چشش نمیاد. بعد 40 شب اونم میدونه، اونم بلد بوده، فهمید چی کار کرده، پیغام فرستاد که خبری نشد نیومدی، 40 شب تموم شد، که گفته بود که نه دیگه، نه اونجا که باید برم رفتم،
اون چی که باید ببینم دیدم. خب حالا محاسبه کن ببینم چند رکعت نماز خوندی. یه دقیقه بچه، یه دقیقه هر که خودشو محاسبه کنه ببینم چه خبره. فهمود نماز به شما واجب شد تنزیهن عن الکبر. نماز یه دستمال تمیزیه، اومده بود شیشه عینک دلمون رو تمیز بکنه، عالمو درست ببین. ولی وقتی تو خوندنش اون نیتی که باید باشه نیست، انگار داری با دستمال کثیف شیشه عینک دلتو چیکار میکنی؟ پاک میکنی. هر چی بیشتر این دستمال رو اون چیشه بکشی به جنگ که بهتر ببینی چی میشه؟ دیدت بسته میشه. ای آجاقا بس دستمال نکشیم، دستمال تو تمیز کن قربونت برم، چه دنبال بهانه ای؟ دستمال تو تمیز کن.